ما در واقع هیچ کدام از نیازها و فراتر از نیازها علاقمندی ها رو هم بنا نیست حذف کنیم، بناست هر لحظه خودمون رو فربهتر کنیم، هیچ وقت هم بنا نیست خودمون رو فراموش بکنیم. اصلا خود فراموشی یک مجازات الهیه، نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا چون خدا رو فراموش کردن، خدا یه کاری میکنه خودش هم فراموش کنه. و شما به گناهکار نگاه میکنی میبینی خودشو فراموش کرده، منافع خودشو فراموش کرده، لذایز خودشو فراموش کرده. هر گناهی یعنی منافع خودت، لذت‌های خودت، دوست داشتنی‌های خودت، تفریح خودتو فراموش کردی، رها کردی، ول کردی. منفعت طلبی بد نیست، اونتا کدوم منافعت؟ منافع نوک دماغو ببینی یا منافع بزرگ اساسی جاودانه رو ببینی؟ در اساس هر اقدام خوبی نوعی خودخواهی است، خودخواهی درست است، نه خودخواهی مذموم. خودخواهی مذموم چی بود؟ خودتو بخوای دیگران رو بخوای فدای خودت بکنی، خب این غلطه. خودخواهی درست چیه؟ از طریق فداکاری برای دیگران خودت را بخواهی، بازم آخر خودتو میخواهی ها، از طریق فداکاری برای دیگران خودت را میخواهی، این خودخواهی درسته. من تا حالا فکر میگم از خودم بگذرم، از منافع خودم بگذرم، خدا جایزه بهم میده. حالا تو میگی خودتو بخواه. من خودخواه رو چه وجهی داره خدا منو دوست داشته باشه؟ من هم جواب مشتی بخوام بهت بدم، میگم ده نمیدونی دیگه، نمیدونی که خدا وحشتناکتر از مادر ما رو دوست داره. وقتی که ما خودخواهی میکنیم و موفقیت به دست میاریم، اولین کسی که کادو برامون میاره خود خداست. بچه به نفع خودش میره کنکور قبول میشه، مامان اشک شوق میریزه، مامان شما قبول نشدی، ایشون قبول شده. میگه بچه‌مه، عزیزمه، موفقیت اون موفقیت منه. مامان اصلا به شما چیزی نمیرسه، میخواد بره، این میخواد شوهر کنه بره، میخواد زن بگیره بره. میگه بچه‌مه، من دوست، من اصلا موفق، اصلا عشقم موفقیت اونه. مقرب شدن به خدا چطوره؟ تو به خودت که برسی، خدا از بس دوست داره خوشحال میشه، بعد بهشت بهت میده. آفرین، بهشت چرا میدی بابا؟ این که به نفع خود من بود. لا اله الا الله. بگم داغون بشیم در مقابل شدت بزرگواری و محبت خدا؟ فرض من موجودی خلق کردم به نام انسان، احترامش رو حفظ کردی، حالا ازت تشکر میکنم، تو به من لطف کردی. کجای قرآن نوشته تو به من لطف کردی، حالا من میخوام ازت تشکر کنم؟ بگید آیه قرآنشو. قتل عامه ها، بفرمایید من به تو لطف کردم. آره، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو به من احسان کردی، منم میخوام به تو احسان. من به تو خدا احسان کردم؟ بله، چیزی که من خلق کرده بودم ضایع نکردی. حالا تو قدر خودت احسان کردی، منم قدر خودم احسان میکنم. تو اینقدر تونستی به من لطف کنی، من چقدر میتونم به تو لطف کنم؟ بهشت جاودانه بهت میدم. هر گناهی یعنی منافع خودت، لذت‌های خودت، دوست داشتنی‌های خودت، تفریح خودتو فراموش کردی، رها کردی، ول کردی. تو به خودت که برسی، خدا از بس دوست داره خوشحال میشه، بعد بهشت بهت میده. آفرین.